دیو این قطعنامه روند چند ماهه فشار حداکثری بر ایران را دنبال می کند. چندین ماه است که مذاکرات برجامی به حالت تعلیق درآمده است و ترویکای اروپایی و ایالات متحده اعلام کردند که فعلا به سرانجام رساندن این توافق در اولویت کاری آنها نیست. همزمان اختلاف میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بالا گرفته است. حتی در این بیت قطعنامه علیه ایران در شورای حکام به تصویب رسید که بر اساس آن ایران باید درباره ادعای پیدا شدن مواد اعلام شده در 3 مکان داخل ایران پاسخگو باشد. بعد از این قطعنامه ایران در 2 مرکز فردو و نطنز دست به اقداماتی زد که این اقدامات باعث نگرانی طرف‌های برجامی شد. رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه اعلام کرد که ایران اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بیش از 1 بمب را دارا است، اما نشانه ای از اینکه ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای دارد موجود نیست. همچنین گفت به نقطه غیرقابل بازگشت با ایران نرسیده ایم. در ادامه اروپا و آمریکا نیز ایران را متهم به همراهی نظامی با روسیه در جنگ اوکراین کردند و بر روی این موضوع مانور رسانه‌ای قوی راه انداختند. اما سوال اساسی این است که با این شرایط به مرگ برجام یا احیای برجام نزدیک شده ایم؟ این روند را در 2 سناریو می توان بررسی کرد. در چند روز اخیر شاهد اقداماتی از سوی کشورهای منطقه هستیم که شاید عاملی برای بازگشت طرف ها به میز مذاکرات برجام می باشد. عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر همزمان با بازی‌های جام جهانی فوتبال با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار و اعلام کرد که با بلینکن درباره توافق هسته‌ای ایران رایزنی کرده است و گفت معتقدیم که دیپلماسی بهترین ابزار برای تعامل است. از سوی دیگر چندی پیش وزیر خارجه عمان به تهران سفر کرد و بدون شک خبری و پیامی در مورد مذاکرات برجامی داشته است. همچنین از اظهارات مقامات غربی به خوبی مشخص است که هنوز گزینه دیپلماتیک را برای حل مسئله هسته‌ای ایران بهترین راه می‌دانند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته است ما به گزینه دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اعتقاد داریم. ایران پاسخهای اساسی به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌دهد. ابزارهای دیگری برای برخورد با ایران همچنان وجود دارد. با تمام این اظهارات سناریوی اول را اینگونه می‌توان تفسیر کرد که غربی‌ها با روند امنیتی کردن ایران سعی دارند تهران را تحت فشار بگذارند تا هر چه زودتر توافق مد نظر آنها به سرانجام برسد. اما سناریوی دیگری وجود دارد و آن این است که غربی‌ها کاملاً از شکل‌گیری توافق ناامید شدند و سعی دارند با این روند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند و شرایط را برای ایران سخت‌تر کنند. به نظر می‌رسد ایران نیز با شرایط امروز نسبت به توافق و اعتماد به طرف‌های برجامی سست‌تر شده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به تازگی در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرده است ما به طور مشخص در 3 موضوع با طرف آمریکایی تفاوت دیدگاه و اختلاف نظر داریم. 3 کشور اروپایی هم در این موضوعات با طرف آمریکایی همکاری می‌کنند، اما آقای جوزف بورل و آقای مورا تلاش دارند که به راه حلی در این موضوعات دست پیدا کنیم. از سوی دیگر رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود مطرح کردند که مذاکره مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند. بله، باج دادن به آمریکا مشکل را حل می‌کند، که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند و هر بار باج جدیدی خواهند خواست. در واقع با شرایط امروز پرونده برجام در لبه پرتگاه حرکت می‌کند و هر لحظه ممکن است یا به مرگ نزدیک شود یا احیای دوباره. باید دید که با این شرایط آیا روند به سمتی حرکت می‌کند که این پرونده بلا تکلیف سرنوشت روشنی داشته باشد یا خیر.